نوشتن که حکم پوشیدن عمامه و لباس ها، لباس مسلمانان چیست. یعنی در افغانستان ذکر کردن که مثلا مردم رو تشویق به این میکنن که پیرن تنبان بپوشن و عمامه بپوشن. ببینید دوستان عزیز، ما لباس مخصوصی به عنوان لباس شرعی نداریم که مثلا بگید که عمامه پوشید، کرتا و ازار افغانی پوشید، این شد لباس شرعی. یا مثلا در سعودی و کشورهای عربی بگن کسی که اون عبا و قبا و لباس عربی دراز رو پوشید، این شد لباس شرعی. نه نه، هیچ کدام از اینها لباس شرعی که قرآن و سنت امر کرده باشه نیست. در هیچ جای قرآن و سنت برای ما شکل و شمایل یک لباس خاصی رو به عنوان لباس شرعی و اسلامی بیان نکرد. اما شروط لباس صحیح و اسلامی رو برای زن و برای مرد برای ما بیان کرده. چون اینجا سوال در مورد لباس مرد هست، من در لباس مرد رو صحبت میکنم. لباس شرعی مرد این است که ستر کننده بدنش باشد. شرط اول. شرط دوم، شفاف نباشد، تنگ و چسبیده نباشد که برجستگی‌های بدنش رو نشان بدهد یا عورتش را آشکار بکند، که این بین زن و مرد مشترک است. بدون دلیل مثلا کسی بیاد با شورت و با لباس غیر محتشم مثلا در کوچه و بازار بگرده، این جایز نیست، خواستن اگر که در کشورهایی باشه که این کارش سبب ضربه زدن و بدنامی برای اسلام و مسلمان ها باشه. لباس شبیه لباس زنها نباشد. حالا که ماشاءالله مردا متاسفانه الان جوان ها ببینید که آرایش میکنن، ابرو هم میچینن و لبستک هم میزنن و سرخی سفیدی هم میزنن مانند زنها. لباس مرد نباید شبیه لباس زنها باشه. لباس مرد نباید شبیه لباس کفار باشه. اینجا یک نکته رو توضیح بدم که شبیه لباس کفار، باید مردم بگن که خب الان کت شلوار که میپوشن مردم خیلی شبیه کفار است. اولا اینکه گفته کت شلوار لباس کفار است، این سوال اول. ثانیا در اینجا که میگه شبیه کفار نباشد، شبیه لباسی که لباس دینی کفار باشد، شبیه او نباشد. اگر اینطوری باشد که ما مثلا هر مثلا بعضی اومدن آیا آقای انصاری این کت شلوار که تو میپوشی شبیه کفار است، گفتم خب این لباس بلندی که ملای ما هم میپوشد در افغانستان، لباس بلند میپوشد، یک عبا سرش میپوشند، درست است؟ شبیه لباس کشیش است. کشیش هم لباس سفید از بالا تا پایین میپوشند، بالاش هم یک عبا میندازند و شکل و شمایل عبای تو با عبای او فرق میکند. اگر قرار باشد ما این مسائل رو بهش گیر بدیم، خب کشیش های نصرانی که داخل کلیسا است لباس عربی پوشیدن، لباس عربی است، لباس که عربا میپوشند، مشایخ عرب میپوشند، تقریبا مثل همون است، از بالا تا پایین لباس بلند است، مثل پیرن ماکسی زنها. پس ببینید لباسی که شباهت لباس دینی کفار داشته باشد حرام است. استفاده چیزهایی که جز شعائر دینی کفار باشد برای ما حرام است، مثلا صلیب، یا لباسی که مثلا در شبهای عبادتشان می پوشند، در مراسم مذهبیشان میپوشن، ما از اونها تقلید بکنیم، این برای یک مسلمان جایز نیست. اما در مورد شکل و شمایل لباس خاصی که ما بگیم این لباس اسلامی، مثلا در افغانستان امارات اسلامی بگه که کرتزار افغانی و لونگی که است این لباس اسلامی است، در عربستان بگه نه این پیرن عربی و عبا و قبا و با این چادری که سرشان میندازن و با نمیدونم چلتار اینا بگن این لباس اسلامی است، نه اینطوری نیست. هیچ لباس، شروط لباس مهم است، نه این شکل و شمایلی که مثلا در پس انسان به شکل و شمایل نباید امروز کسی بیاد مثلا در دانشگاه کابل یا در جای دیگه مردم رو مجبور بکنه که حتما عمامه بپوشین، حتما لباس اینطوری بپوشین. نه، لباس ساتر باشد، لباس برجستگی های بدن رو تنگ نباشد، شفاف نباشد، خدا کنه کت شلوار باشه، لباس عربی باشه، لباس افغانی باشه، هر چی که باشه، المهم این شروط رو داشته باشه. و لباس معینی در اسلام به عنوان لباس شرعی نیست. حتی لباسی که مثلا این لباس خاص لباس رجال دین است که ملاها باید بپوشن، این لباس خاص لباس مردمی است که عوام باید بپوشن، این چیز هم در اسلام نیست.
پیامبر از همون لباس می پوشید که صحابه می پوشن، صحابه از همون لباس می پوشن که عامه مردم می پوشید، هیچ فرقی نداشت. طرف وارد مجلس پیامبر می شد، نمی دانست که محمد کی است، صلی الله علیه و سلم، ابوبکر کی است، عمر کی است، عامه مردم کی هستن، همه مثل هم بودن. عمامه پوشیدن، عمامه این یک رسمی در بین عرب بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم می پوشیدن، ابو جهل و ابو لهب هم می پوشید. این که ما بگیم نه این فقط این اجباری است که همه مسلمان ها باید عمامه بپوشن، حتی کی گفته که این سنت است که پیامبر امر کرده باشن که حتما شما باید عمامه بپوشید؟ این مسائلی است که متاسفانه تعصب و اعمالی انجام میدن که خلاف دستورات اسلام است و خلاف عملکرد صحابه و تابعین و ائمه بزرگوار مذاهب اهل سنت است و این رو به اسلام نسبت میدن متاسفانه.